ایالات متحده رسما خروج آخرین گروه از نیروهای خود از افغانستان را از روز شنبه آغاز کرد تا طولانی ترین جنگ خود را به پایان برساند این در حالی است که افغانستان با آینده ای نامشخص مخصوصا در رویارویی با سنی های تون روی طالبان قرار دارد همکارم علی اکبری گزارش می دهد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی رسما آغاز شده که مقامات آمریکایی میگویند این خروج از مدت ها پیش آغاز شده بود و تا 11 سپتامبر پایان میابد نیروهای ناتو نیز از روز پنج شنبه در حال خروج از افغانستان هستند تا رسما به حضور نیروهای نظامی در این کشور بعد از 20 سال پایان دهند اشرف رئیس جمهور افغانستان میگوید این عقب نشینی به این معنی است که عناصر طالبان دیگر هیچ دلیلی برای جنگ ندارند قنی در یک سخنرانی گفت چه کسی را میکشید چه چیزی را نابود میکنید بهانه جنگیدن شما با بیگانگان اکنون تمام شده است بنابر این گزارش از زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ده ها هزار نفر کشته شدن و این کشور هنوز در آستانه ناامنی و هرج و مرج قرار دارد گرچه نیروهای خارجی زیادی در این کشور کشته شدند اما بر اساس بررسی های صورت گرفته افغانستانی ها بالاترین هزینه ها را پرداخت کردند بر اساس پروژه ارزیابی هزینه های جنگ در دانشگاه براون که هزینه های پنهان جنگ های پس از 11 سپتامبر را مستند می کند، از سال 2001 حداقل 47245 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. طبق گفته سازمان دیدبان سازمان ملل متحد این درگیری ها منجر به کشته شدن 72 روز نامنگار و 444 امدادگر شده است. گرچه حکومت افغانستان برای جلوگیری از تضعیف روحیه تلفات سربازان خود را مخفی نگه می‌دارد، اما تخمین زده می شود که در این جنگ 66 هزار تا 69000 هزار سرباز افغانی نیز جان باختند. این جنگ دو ممیز هفت دهم میلیون افغانی را مجبور به فرار به خارج از کشور و از جمله ایران، پاکستان و اروپا کرده است. 4 میلیون نفر دیگر نیز در داخل این کشور 6 میلیون نفری آواره شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا از سال 2001، 2442 سرباز آمریکایی در این جنگ کشته و 20666 نفر هم زخمی شدند. تخمین زده شده است که بیش از 3800 پیمانکار امنیتی خصوصی ایالات متحده و 1144 پرسنل ائتلاف ناتو نیز در افغانستان کشته شدند. آمریکا میگوید در طول این سالها بیش از 815 میلیارد دلار برای این جنگ هزینه کرده است.